میدونم میدونم، میخواد ساعت بپرسی؟ یه 10 دقیقه دیر کردم میدونم. 10 دقیقه که نه، 1 ساعت. نه بابا، 1 ساعت شد؟ بله. تو 1 ساعت بیکار نشستی میبینی مورد خوبی چیزی واسه آقا جون اگه بود پیدا میکردی؟ آقا بهبود، ما خودمون کارهای مهمتری هم داریم. باید الان پاشیم بریم دنبال خونه بگردیم، بعد بریم دنبال فیلم بردار و عکاس، بعدش هم بریم شام عروسی رو سفارش بدیم دیگه. خب انجام میدیم. آره. چرا اونوقی پس؟ آره، با 1.5 پول تو حتما میتونیم همه این کارا رو انجام بدیم. خب فقط 1.5 من نیست، آقا جون من هست، آقا جون تو هست، هر حال کمک میکنن دیگه. خدا بزرگه به هر حال. خب بهبود، من رو حرف تو حساب میکنم. حساب کن، حساب فقط کن. الان باید چیز کنی، یه لیست من نوشتم اونو به تو خونه نشون میدم. الان باید بریم 500 تومن از بانک بگیریم بریم پیش قصه فیلم بردار. 500 تومن بدیم به فیلم بردار؟ آره 500,000 تومن. مگه میخوایم پارک جوراسیک بسازیم؟ 100 تومن 200 تومن؟ نه بابا، تازه این پیش قصه، فکر کنم کل هزینه‌اش با فتوشاپ و آلبوم و این چیزا هولوش 1,600-700 در میاد. میشه، فقط دیگه پولی نداریم واسه عروسی، بعد بگیم فیلم بردار بیاد اینجا از ما دوتا تو پارک فیلم برداری کنه. همه پول میداد میریم به اون که. خودت همی الان گفتی از بابام و بابات میگیری. آره من گفتم، ولی خیلی خب بهبود، ناراحت نشو، ولی الان پاشو ببریم دنبال خونه بگردیم. خب میریم الان که برام سفارش بدم، از قنودی بعد سفارش بدم. تو دیشب گفتی امروز صبح بیکاری، من 100 تا قرار گذاشتم. الانم نصف شب نیست فریسا، الانم روزه دیگه. منظورم تو 12 دم خونه باباش من میام، من دو تو سفارش الان اینو برسونم. خب خودت تو برام زود میای؟ زود میام، 12 دم خونه ما. ببو تو خودت دیر نکنی. تا حالا کی من دیر اومدن این حرفو میزنی؟ شمایی؟ بفرمایین بفرمایین. وا ویلا، سلام ماما. سلام عزیزم، قربونت برم. از این طرف وا هدایی تو بشم. ببینم وسایلتونو میارم. قربونت دست، دستت درد نکنه عزیزم. خواهش میکنم. خوبی؟ خیلی خوش اومدیم مادر جون، خیلی خوشحالمون کردیم. وای مانی از مدرسه بیاد چه کیفی میکنه، هی میگه مادر جون مادر جون، میگه دلم واسه مادر جون یه ذره شده. منم مادر دلم براتون یه ریزه شده بود. آخه قربونتون واسه مانی. خیلی وقت بود میخواستم بیام اما نشد، الان موقعیت پیش اومد. بیا کمک کن مادر، بیا کمک کن، نمیذاریم این بر. چرا؟ اونجا کمتر فضا رو میگیره. اون دفعه هم که اومدم بهتون گفتم، گوش نکردیم. آخه فریدون گفت جاش خوبه، منم دیگه چیزی نگفتم. مردا از تزیین خونه چیزی سرشون نمیشه مادر، این زنه که باید سلیقه داشته باشه. بله خب، حالا چی شد اینجوری بی خبر اومدی؟ والا یه همسایه داشتم اسمش بهرام بود، یه روز اومد گفت زنم مریضه، پول میخوام برای دوا دکترش، قسم خورد یه ماه پولمو بده. منم دلم به حالش سوخت و اعتماد کردم، رفتم هر چی پول تو حسابم بود کشیدم بیرون بهش دادم. یه ماه بعد فهمیدم کلاوردار و فرار کرد. ای بابا، خب چرا به من و فریدون چیزی نگفتی؟ دیگه نخواستم شما رو ناراحت و نگران بکنم. حالا از کجا میدونین این تهرانه؟ به هزار زحمت یکی از فامیلاشو پیدا کردم، یه آدرس نصف نیمه ازش گرفتم. حالا اومدم اینجا به امید خدا پیداش کنم بدمش دست پلیس. ایشالله اگه شما این که پیداش میکنین. بفرمان چایی. وقت واسه خوردن زیاد. این تلویزیون اینجا جاش مناسب نیست. خوبه ها، نمیگم بده اما نما نداره. اینا چیه؟ این مانی عادت داره بعد از اون از مدرسه که میاد اینجا یه چورتی میخوابه. نه باید به بچت یاد بدی بره سر جای خودش بخوابه، الان یکی از در بیاد زشته مادر. خب بذاری من خودم جمعش میکنم. نه من جمعش میکنم، اینو بگیر. شروع شد. 100 دفعه میگم بابا این صاحب مردار اینقدر اینور اونور نکنین، به خرجشون نمیره که.
الان مشتری تو سمساری نشسته منتظره پنکه براش ببرن، فقط این گیر من اومده. ناراحتی؟ همین الان آتشخالاتو جمع کن بریز بیرون. مرد حسابی حیاتو به این گندگی رو کردی انباری؟ دو قرتونی میتن باقیه؟ حالا به تیریج قباشم بر میخوری. چته؟ چرا قنبرک زدی؟ همیشه تو به تمام عالم گفتی نه؟ یکی هم پیدا شده به تو گفته نه. دیگه زانوی قنبغل گرفتن نداره که. داری کتره ای حرف بزنی. این قضیه بر من مشکوکه. چطوری ممکنه یو بگن نه؟ خب این که کاری نداره که. سه سوته میتونی تتوی قضیه رو در بیاری. چجوری؟ مرد و مردونه پامشون را میافتی میری در خونه شون. حرفاتو میزنی؟ خیلی راحت میتونی بفهمی کی چی گفته، کی چی شنفته. جدی؟ بله. نه، کار من نیست. این کار یه آدم پرروه. تیمور، کار تو و فرخه. این کارو برای من بکنید. من شرمندتم. چون من الان مشتری نشسته تو سمساری منتظره. نمیتونم. نمیتونی؟ باشه. باشه. تو رفیقی دیگه. انشالله. غلط کردی. ده. چطور رفیقی هستی که حاضر نیستی برای رفیقت یه قدم ورداری؟ خیلی خوب. حالا چه زودم بهش بر میخوره. من و فرخ میریم. تتوی قضیه رو در میریم و بهت میگیم. فرخ! اینا شیری پنجری پخت خودمون هست. قیمتش چنده؟ قیمتش امید جان. کار آقا رو را بنداز من تلفن جان. شیرین سرای بنی آدم بفرمایید. مامانت اینجاست. اه مامان ماهی اومده؟ کی اومد تهران؟ یه ساعتی میشه. خب گوشی بده من باش صحبت کنم. لازم نکرده، شما بهتره همین الان را بیفتی بیا، چون من دارم از کتوکول میفتم. خیلی خوب خیلی خوب، اینجوری حرف نزن میشنوه. تو پذیرایی کن ازش، من دارم میام. تا نیم ساعت دیگه خونم. نوکرتم، خداحافظ. مامانم اومده. چی کار میکنه؟ مامانم از شیراز اومده. چشمتون روشن؟ چشت کور حسود. الان داری میری که میخوای برگردی مغازه؟ زودی برمیگردم. مثلا میرم خونه. عالیه زنگ زد. برمیگردم. ولی فریدون به نظر من این ماجرا یکم مشکوکه. کجاش مشکوکه؟ دارم میرم خونه. میرم دمه در، سوار تاکسی میشم، میرم خونه، کرایه یارو رو میدم. اونو نمیگم. این چیپه؟ به هم خوردن ماجرای عروسی آقا جونو میگم. نه اون که مشکوک نیست اصلا. رفتن در مورد آقا جون یه سری اطلاعات کسب کردن در مورد گذشتش، شاید بعد دیدن گذشته آقا جون. من چشه گذشته آقا جون، من اینه کف دست صافه، بی خود حرف در نمیاره برام. میگم شاید. تو چرا قاطی میکنی؟ من چه میدونم اصلا برای چی به هم خورد. برو ببین مشتری چی میگه. سلام. الان میان سر کار. این چه بساطی بود تو دیشب راه انداختی؟ مادر خودم دوست ندارم شوهرش بدم، زوره. یعنی چه؟ ما با هم حرف زدیم، قرار گذاشتیم. چه قراری؟ آقا من دیگه نیستم، وسایل من برداشتم، دارم میرم خونه. چشم شوخ آقا. به درک. یعنی چه به درک؟ با شما نیستم، فکر میکنیم به نفسه میکشم. برو گم شو، برو. هرچه میخوای بری برو. دلتون واسه اون عزیز آقای بدبخت نسوخته؟ پس نگو واسه جیب خودتون نقشه داشتین. کی؟ من؟ دهنه تو آب بکش. دهنه اونو برش کن، بیا سر من آب بچش. بابا با شما نیستن. آقا دیگه لازم نیست انقدر دروغ بگی. آقا فریدون همیشه درست من گفته. ای ناکس فریدون. پس اون چوب لا چرخ من گذاشته. آره من نمیدونم کی چی کجا گذاشته. فقط ما رو تو رو خدا قاطی این بازیاتون نکنی. خدافظ. حداقل وایس رو تصفیه حساب کن. نه بعدا میام میگیرم. ای فریدون نامرد، من میدونم با تو چیکار کنم. آقا رنج موی من رفته، من آبونه دارم، من کشتی جیرم. یه کار نکن جد دمام شیشاتو بیار پایینا. اینه باید آتی رو بیشکنه ما. خیلی خوب بگی بشی. خیلی خوب. تو که این فریدون رو نمیشناسی. این فریدون یک ناکسیه، روزگار هممون رو سیاه کرده. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ حال شما خوبه. ببخشید مزاحم شدیم. خواهش میکنم. من و ایشون از دوستان صمیمی آقا عزیز هستیم. حالشون خوبه؟ بله. نه خانوم،
از وقتی شما بهش جواب رد دادی همینطور زانوی غم بغل گرفته و نشسته یه گوشه. من واقعا متاسفم. حالا ازتون خواهش میکنم هر چی زودتر از اینجا برید. الان هست که اگه پسرم بیاد شما رو ببینه پاک به هم میریزه. نعمت با من. فقط شما به ما بگین چرا به این رفیق ما جواب منفی دادین؟ همینطوری؟ مگه دلیلی باید داشته باشه؟ بله خانم باید جواب بدین. اول جوون مردم امیدوار کردین، بعد یه با یه نه دچار تأسف روحیش کردین. ممکنه آزادی مر ببگیره خودش رو بکشه. خدا مرگم بده، یعنی اینقدر حالش بده؟ خیلی بد. همش اسم شما رو میاره و گریه میکنه. چی میگه؟ میگه ملی خانم، ملی خانم گریه میکنه. من که ملی نیستم. همون میگه مادر نعمت، مادر نعمت. جواب مثبت، جواب مثبت. حالا اصلا اینا مهم نیست. ما میخوایم ببینیم علت این که شما نگفتی چیه. بهتره برین از دامادشون بپرسید. کی؟ فریدون؟ نمیدونم، اون آقا توپله. الو سلام عزیز جان، فهمیدم از کجا آب میخوره. آخر مرمون. سلام آقا. سلام. بروش به اینجا بلیز بذار کنار، خطرناکه. ببین همینجا دم در مغازه وامیستی، چشماتم باز میکنی. همین که این فریدون اومد بیرو خواست فرار کنه، با این چوب هنچوب بزن تو ملاجش، نفلش کن دیش هم با من. چرا؟ اونش دیگه به تو ربطی نداره. فریدون کجای نامرد بی معرفت؟ آقایون خانم بفرمایید بیرون، مغازه امروز تعطیله. اینجا یه خائن پیدا شده، بفرمایید بیرون. چی شده؟ کجاست؟ گفت پرسیدم کجا، کدوم سراخ خود قایم کردی؟ سلام آقا. چی؟ فریدون؟ فریدون نامرده، میخوام همینجا گردنش رو بشکنم. پرسیدم کجاست؟ کجاست؟ عالیه خانوم زنگ زد رفت خونه آقا. غلط کرد. ببین چه حالا چی دارم بهت میگم. از این به بعد فریدون اینجا هیچ سمتی نداره، حق نداره اینجا روش بدی. یا روشن شد؟ چرا آقا جون؟ برای اینکه من دارم بهت میگم، از این نمیخوام فریدون سر کلش اینجا پیدا بشه. فهمیدی؟ آره. این آقا جون جدیه، جدی دارم بهت میگم. اگه ببینم که دلت به حالش سوخته، راه شده پشت تخت را میام ستایتون رو بیرون میکنم، در این مغازه رو همچین گل میگیرم. نه آقا جون خیلی راحت باشه، خیلی راحت. سلام. 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 سلام بگو جون. چی شده آقا جون؟ بریم. کجا؟ میخوام بریم خونه فریدون. چه خبر؟ میخوام بکشمش. بریم بینم. نه بابا بریم. درست بشو، چه داری گربه شور میکنی؟ ای بابا مامان، من پام یخ زد. بابا من دیشب هم مام بودم، پام تمیزه. بابای خدا بیا مرزت، هر وقت از در میامد با سر میرفت تو همون، دست و پاش و جورابشو میشست. واسه همین دیگه آخر عمری بابا پوکی استخون گرفت دیگه، پاش ترکی. پسرم یه مرد خوب باید همیشه تمیز باشه، بوی خوب بده. زن بیچاره چه گناهی کرده بعد تو رو تحمل کنه؟ اون خودش خیلی کم کار داره، بعد به کاراتو هم برسه. بوله رو بده تحمل شد. جوراباتو بشور. جورابامو شستم. بگیر اینم حوله، من میرم به عالیه کمک کنم. نک بله ای بفرمین داخل، بفرمین. آقا جون میکاشمش. حالا شما خونسردی خودتون از خونم جوونی غلطی کرده دیگه، نباید که داغون کنی. یک دماری از روزگارش در بیارم که دیگه این غلطا نکنه. آقا جون سلام، بفرمین داخل. سلام آقای بی همه چیز. چرا؟ یواش یواش بیا پایین. چرا؟ آقا چی؟ حالا دیگه راه میفتی به همون زیرابه پدرسر تیویزنی. آقا چی؟ بی غیره. آقا چی؟ الان میکشیش بعد دیگه عمله بدیم برش. باشه من حاضرم پول دیهش بدم، ولی این لکه نگو باید از زندگی پاک کنم. من حسن نیت داشتم فقط تعریف مؤثرات تو. ماما کلکت کندن ماما. چی کار میکنی؟ هیچی، شوخی میکنن، یعنی شوخی دارن شوخی میکنن. افسقا شمایی؟ مامان شوخی میکردم. سلام علیکم. شوخی مامان مامان مایی ماهی بچه رو پسرم قربونت برم،
چرا نگفتی مادرت؟ نگفتم واشی کردی آقا جون. چرا دیگه صداش کردم الان؟ آقا جون این چیه دادی دست من؟ بابا دستت بود آقا جون، من گفتم واشی کردی نه. به به، شما کجا اینجا کجا؟ مای خانم مشتاق دیدار. خب ما رو خبر میکردی؟ گاوی گوسفندی چیزی قربونی میکردی؟ خیلی ممنون، من همیشه دور و دور جویای احوالتون از عالیه جون هستم. بمون جون تو چطوری؟ خیلی ممنون، دست شما در نکنه آقا جون. اگه صحبتتون رو کردیم با فریدون یه بریم، من دم خونه کار دارم. کجا؟ تازه تشریف آوردین؟ بفرمایید بالا یه چایی در خدمتتون باشه. نه دیگه، دست شما در نکنه مای خانم. چایی باشه واسه دفعه، من دم خونه کلی کار دارم آقا جون. فریدون میاد دم خونه. بهبود کار باشه واسه دفعه دیگه. یه خانم متشخص محترم داره ما رو دعوت به چای میکنه. بیا بالا. پس بفرمایید بالا. بفرمایید. سلام آقا جون. سلام علیکم. چشاش نیست، گوشش. رفتی زیرا آقا جون رو نزدی؟ من زیرا آقا جون رو نزدم. من گاوه زایی دست دیگه. من تعریفش به بود. به بود. به جون تو نمیدونی. من رفتم تعریفش کردم. مای خانم باور کنید خیلی کار خوبی کردی تشریف آوردی. وقتی که من شنیدم شما تشریف آوردین و اینقدر خوشحال شدم، خوشحال شدم، وظیفه خودم دونستم برای عرض خیر مقدم خدمتتون برسم. خیلی ممنون، اما من راضی به زحمت شما نبودم. چه زحمتی؟ مای خانم پسرتون فریدون مثل پسر من، شما مثل مثل چی آقا جون؟ مثل چیز دیگه. مثل چی؟ جای خواهرتونن. نه بابا، شما مثل خالی کرمون. باری ماشاءالله هزار ماشاءالله، تو این 7-8 سالی که من شما رو ندیدم این خالی کرمون میمونید، اصلا تکون نخوردید. 7-8 سال چیه آقا جون؟ مادر جون همین پارسال اومدن اینجا برای ختم مامان طلعت دیگه. اصلا نمیدونستم، اصلا اتفاقا تو این یه سال هم ماشاءالله هزار ماشاءالله تکون نخوردن. حالا ما یه خانم تعریف کنیم، حالا چطور شد تشریف آوردی؟ والا یه خدا بی خبر یه پولی از من قرض کرد و خورد و فراری تهرون شد. حالا اومدم اینجا سراغش. ببینم آدرسی چیزی ازش دارین؟ مطمئن نیستم، اما یه نشونی ازش دارم. پس نشونی داری؟ این با خود منه مای خانم. بسپارش به من. آدرس چی بده؟ میرم پیداش میکنم، تا اونجا که میخوره میزنمش، پولتونو وصول میکنم، بعد اگه دلتون خواست تحویل پلیس میدم. دست شما درد نکنه، اما این کار خودمه، خودم باید انجامش بدم. مگه من مردم؟ مگه میشه؟ عیزاقا بشونه کنج دیوار؟ اون وقت یه خانم متشخص محترمی مثل شما بیفته تو این شلوغی تهران دنبال کلاهبردار بگرده؟ غیر ممکن، اصلا فکرش نکنی. آقا جون شما نمیخواد زحمت بکشین، من خودم پیگیر ماجرا هستم. من میخوام زحمت بکشم، به تو هیچ ربطی نداره. آقا جون یه کاری با فریدون داشتین می‌خواستین بهش بگین، بگین که بریم دم خونه الان پریسا میاد. تو می‌ذاری به حرفمون برسیم یا نه؟ می‌خوام دو کلم حرف بزنم. راستی آقا جون بهبود گفت می‌خواستین یه چیزی به من بگین. می‌خواستم بهت بگم که ببین عنایت نمیتونه اون قنادی رو بگردونه. میدونم. می‌خوام از این به بعد مدیر اونجا، رئیس اونجا، گرداننده اونجا تو باشی. کوفته مگه این سایز توه؟ نه. مگه هم قد توه؟ نه. و چرا میگی اه؟ ببخشید. این دفعه همه کاره اونجا توی. یه موقع عنایت اعتراضی کرد، چیزی گفت، بیا به من بگو. آقا جون من نوکرتم، قربونت برم، ممنون که انقدر به من اعتماد داری. بذار ماچت کنم. آقا جون ما مو دیگه نه. ممنون. آقا جون چاکرتم. خیلی مخلصم. جان. اگه میبینه بهت هیچی نگفتم، فقط به خاطر مادرته. بله. اومده بودم اینجا بزنم همچین لطه پارت کنم. چرا؟ برای اینکه لیاقت شده ای پسرم. من مطمئنم تو اون مغازه کاری میکنی که اسم اون مغازه تو تمام تهران این بمب ترکه. خیالتون راحت باشه آقا جون. چشم. باشه بیا بشین سر جات. چشم آقا جون. من یه کاری میکنم، قنادی این دینامیت هر روز صداش به گوشتون برسه. انقدر چشم الان من الان میام خدمتتون، انقدر کارمو خوب بلدم. برو قنادی یا مسئله ها چیه؟ میشه بگی اینجا چه خبره؟
بابای تو و مامان من اومدن دیدنمون. بابای تو و مامان اومدن دیدنمون، همین دیگه. آره دیگه، پس چی؟ آقا جون سال به سال پاشو خونه ما نمیذاره. حالا چی شده که یهو از در میاد تو یقه تو رو میگیره میچسبونید به دیوار، بعد یهو قربون صدقت میره؟ خب بابای تو کارهای عجیب غریب میکنه، از من میپرسی چرا؟ فریدون بگو چی کار کردی با آقا جون دیگه، بگو. من با آقا جون کاری نکردم. هیچ. هیچ. بگو به جون مانی. به جون آنی. به جون کی؟ مانی. کی؟ بچه‌مون. خب بگو به جون بچه‌مون. به جون بچه‌مون. چی؟ به جون بچه‌مون آنی. قسم خوردم دیگه. بچه‌مون آنی. به جون بچه‌مون آنی. خدا رو شکر. به خیر گذشت. سلام. چی شده سوسن؟ اینجا چیکار می‌کنی؟ باید باید حرف بزنم. چیزی شده؟ آره ولی مطمئن نیستم. بریم بیرون مامان. آقا رو راه بده. چشم. چی شده سوسن؟ بهت میگم ولی قول بده که شوکه نشی. کسی طوری شده؟ نه بابا، مسئله چیز دیگه است. داریم به آرزومون میرسیم. بانک برنده شدی؟ بران چیه؟ نهایت منظورم بچه هست. بچه؟ آره داری پدر میشی. راست میگی سوسن؟ آره ولی باید برم آزمایشگاه ببینم باردار هستم یا نه. اصلا باهرم نمیشه. مطمئنی سوسن؟ نه ولی علایمی از بارداری تو وجودم هست. چه علایمی؟ حالا تب و عصب 10 بار آوردم بالا. من عصب 40 بار آوردم بالا. حاملا؟ واقعا؟ آره حالا من دوباره داره بد میشه. چی میگی؟ سوسن 100 دفعه بهت گفتم از این مجنونای کوفت و زهرمار نگی به استو قضا. آخرش دو تایمون رو مسموم می‌کنی به کشتنمون میدی. دوباره حالا بد شد. سوسن! سوسن! معذرت می‌خوام. سلام آقا جون. معذرت می‌خوام. سلام عروس گلم. 2 ساعت من اینجا کاشتی. من غلط کردم. خب تقصیر آقا جون دیگه. ببین طفل مسعود توی سرما نشسته، نه چونه شخواسه. ببین آقا جون میگه بابا بریم بریم، پلیس پشت در منتظره. اخونه دخترش دل میکنه که. واقعا که دل نکندنی بود. چی آقا جون؟ هیچی. ببینم تو تا حالا تو این سرما منتظر بهبود بودی؟ بله دیگه آقا جون. حالا میفهمم تو چی میکشی. اما عجله نکن. درست میشه. چی رو عجله نکنیم؟ ما دیگه بعد بریم دنبال خونه بگردیم. خونه برای چی؟ خب بعد بریم دیگه آقا جون. شما که ازدواج نمی‌کنیم، ما حداقل بریم زیر یه سقف دیگه حالا خون والا خونی دست نجات پیدا کنیم. خسته شدیم بابا. البته اینا رو بهبود میگه، من هیچ وقت نگفتم. تو نگفتی؟ خب فرق نمی‌کنه. تو بگی من گفتم، من میگم انگار تو گفتی. خیلی خوب. لازم نیست دنبالش بگردید. درست میشه. آقا جون چی حل درست میشه؟ شما که زن نمیگیری. عروس گلم ان شاء الله چند روز آینده منم تکلیفم روشن میشه. همچنین حل حل. نه بابا جون. واقعا؟ واقعا ما میشناسیمشون کسی که میخوایم بگیریم؟ آره میشناسیم ولی اینجا نباید. واقعا کیه؟ از اینجا بریم تو بشینیم یه چایی بخوریم سر فرصت همه رو براتون تعریف کنم. بریم عروسی گلم که اینجا هوا سرده. بریم اینا. مهربون شده طفلک، عاشق شده. من میدونم. ببین عروس گلم. بله. یه ریه آشپز خونه یه نهار دبش درست میکنی، من رو بهبودم، بریم بالا. بیا بالا. کجا آقا جون؟ بالا. پریسا تدیک طلایی باشه. چشم. چه خبر بالا آقا جون؟ بالا بالا از پرایوته. همین مبل اولیه، همین مبل اولیه. خب آقا جون خب بشین. بهبود جونم، بالاخره پیداش کردم. من رو زمین دنبالش میگشتم ها، در حالی که اون تو آب بود. چی آقا جون؟ زن من، اونو که قراره زن من بشه. اه کی هست؟ تو آبه، باید بری تو آب. نه بابا، یعنی دیگه تو کار آدمیزاد نیست، دیگه کار پری دریایی. نه نه دیگه در حد پری دریایی نیست، اونجوری نیست. پری دریایی نباشه؟ ای گفتی اسب آبی و اینا هم که اسب آبیه. آخه پسر این همه حیوان تو آب هست، اون وقت تو گیر دادی به اسب آبی؟ خب خره آبی که نداریم، اسب آبی داریم. بچه من اولش گفتم پری دریا، شما گفتی نه. من چه میدونم دیگه. ببینم میگو نیست، عروس دریایی نیست. بذار راهنمایی کنم. ببین اینی که تو آب اینجوری 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 حرکت میکنی چیه؟
هشبا نه؟ آقا جون واسه نهار چی درست کنم؟ سبزی پلو با ماهی؟ آفرین! با تدیگ طلایی. دوست داری نه؟ گفتی گفتی چی رو گفتم؟ همینی که گفتی همین خودشه هشبا؟ اتفاق خوب هم هست چهار تا پا داره یعنی بهبود بهبود ماهی ماهی ای کلم ماهی خاشی باشه اوه آقا جون که بابا ماهی که مامان فریدونه فریدون باشه فریدون مالی کیه ببین این حرفی که داریم بین خودمون میزنیم ما نمیخوام هیچ کی بفهمه تا این قضیه جدی نشده نمیخوام کسی بویی ببره آقا جون چرا حالا ماهی آخه فریدون داستان میشه واسم اونا ببین این ماهی خودشه در یه نگاه فهمیدم که خود خودشه تو به جای این حرفا یه کاری کن که من بتونم باهاش حرف بزنم من میگم واسه شام دعوتش کنیم بیاد اینجا ها پریسا گلم فالگوش واسدن کار خوبی نیستا من فالگوش وای نزدم آقا جون شما انقدر داد میزنین صداتون میاد پایین بخو راست میگی دیگه بس حالا که فهمیدی بین خودمون ستا باشه بابات نفهمه ها خیالتون راحت بین خودمون ستا میمونه آقا جون حرف بدی هم نزد پریسا شما اگه واقعا چشید گرفته زنگ بزنید دعوتشون کن اینجا بشینید با هم صحبت کنید تنگاتونو با بکنید ببینید یه بده آره فقط فریدون رو چیکار کنید فریدون بل کن آخ آخ میکنی فریدون که من بچه‌ام که برم از فریدون اجازه بگیرم اجازه چی آقا جون داری میری خواستگاری مادرش خب اون جوستش هم گندمونت یهو قاطی کنه کسی جلوش نیست بی خود کرده غلط کرده غلط کرده یعنی شما جون شما خود دوست داری مادرتون اگه زنده بوده که اون وقت خواستگار مادرتون شما خوشحال میشدی؟ بله و شما دیگه خیلی روشن فکری بهبود انقدر ته دل آقا جون خالی نکن بابا خودت الان گفتی فریدون چی داره میگی؟ خب من پشیمون شدم فریدون هیچ کاری نمیتونه بکنه آقا جون به جای این کارا پاشیم بریم پایین زنگ بزنیم به مایه خانم پاشیم بری 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 پاشیم پاشیم بری فریدون بالا ما من دارم میرم کاری نداری برو مادر به سلامت مانی اذیت نکنی چش آلیه خدافظ ببین شب دیر نیای آجیل و شیرینی هم یادت نره باش اگه کاری هم داشتی زنگ بزن بله الو چون فرقتونه قدش کن قدش کن چی شده چی شده باش شکرش نکن خبر رفت آقا جون بگم حرف بزنم نمیخواد حرف بزن فریدون بود فریدون نمیخواد خودم حرف بزنم الو ببین فریدون تو هنوز نرفتی سر کار بابا عجب اوضاعی داریم ما الان دارم میام سر کار آقا جون سلام چی نگو بسه بره بسه بره بسه بره بسه بره چی نگو بعد بگو الو هیچی قطع وز شد تلفن ببینم همین شما این کارها رو میکنید که هر ما باید من کلی بدهی رو دست من بیذارید یه روز تو میخواید چیم بشی یه روز عنایت هیچی دیگه دل من خوشی که شما ها دوتا اونجایید نه آقا جون من هر روز ساعت 8 صبح میرم امروز به خاطر مادری خوره دیر دارم میرم حالا من این دفعه به خاطر مادر گرامیتون ندید بگیرم حال مادر محترمتون چطوره؟ خوبه حالش بد نیست شما که یه ساعت پیش خودتون اینجا بودی بله بله درست میگی زیارتش کردم ولی میدونی تلفن الان من به خاطر اینی که زنگ زدم شام همتون رو مهمون دعوت کنم مناسبتش چیه؟ خب مناسبتش به خاطر خانم والده نکو آقا جون نکو آره ای بابا اینجا خیابون کندن کابلوکار شده هی قطع بست میشه مناسبتش به خاطر اینکه هممون دور هم جمع بشیم خیلی دوستانه شامی بخوریم و هم هستیم مادری گرامیتونن که مدت ندیدیم وظیفه ما بود که یه دعوتی ازش کرده باشیم چشم خدمتون میرسیم آقا جون قربون شما خدا خوبش هم اینه که اصلا متوجه نشد اصلا متوجه نشد به هر حال خوشحال شدیم من که نیستم برو ترسو و بزده خب آقا جون اگه با من کار ندارید با اجازه سب کنم تو کجا میری پریسا تو هر روز نهار نپختی اون ماهی یخ زده بود تا یخش وا بره 3-4 ساعت طول میکشه دیگه زحمتش خودتون بابا بریشه. من اینجا شب کلی مهمون دارم یکی باید باشه شامی بپزه ما تازه دست پخته تو هم نخوردیم آقا جون شام من بهبود در جریانه که من نمیتونم بذار من برای تو توضیح بدم آقا جون میدونین پریسا دست پختش یه حالتی داره مدلش به درد مراسم شاد و مثلا خواستگاری و اینا نمیخوره بیشتر برای کفت و دفت استفاده میشه نیست دفت که قداش اینجوریه هر غلطی میخوای بکن من یه سراغ دارم سوری خانوم تو بیمارستان کار میکردیم یه چی دم پرکر قشنگ میذاره جلو مهمون کی سوری خانوم مادر فرخ به به چه دست پختی داره فقط آقا جون منم میرم مغازه یه سر اگه اینجا خدایی نکرده زبونم لال گوشه چیتون کرد اتفاقی افتاد این جای حساسش یکی گیجگاشه یکم آبگاشه آره خدافظ خیلی خب برو
نه اینجوری نگام نکن طلعت خانم. میدونم این ماهیه، اما تو شاماهی. خدا بیامرزتت. اره خوب من چاره نداشتم. بابا سلام بابا جان، خوبی؟ سلام بابا، این وقت روز اینجا عمر بخیر. خب دیگه یه خبر خیلی خوش واسهتون آوردم، فقط قبلش مشتلق میخوام. بشین ببینم خبر خوش چی هست. مشتلق؟ ای ناکس، تو هم که همش این مشتلق میگیری. بیا همینی که کمه. حالا تو خبرتو بگو ببینم میارزه یا نه. میارزه، فقط همینقدر بهتون بگم که اگه بشه بی برو برگرد عزیز آقا زمینا رو به نامتون میکنه. باریکالله. چطوری؟ پول بیا بگو بینم. خارش که بابا هیچی، عزیز آقا زن دلخواهش رو پیدا کرد، همین امروز فرداست هم که باش بره سر خونه زندگیش. بعدم پدر من، تو نگران چی هستی؟ حتما تو مراسم خواستگاری دیشب حکمتی بوده که به هم خورده. باریکالله. خوش خبر باشی. خب بگو ببینم این طرف کی هست؟ طرف فقط بعد قول بدید بین خودمون سه نفر بمونه. قول میدم. کدوم سه نفر؟ من و شما و مامان دیگه. باش من هستم. طرف مامان آقا فریدونه، ماهی خانم. یه چند روز اومده بود خونه پسرش بمونه، عزیز آقا دیدش ازش خوشش اومد. اوه خاره است. ماهی؟ چه خب ماهی خانم خوشحال نشدین؟ البته هنوز معلوم نیست، چون آقا فریدون نمیدونه و معلوم نیست چه جوابی بده. ولی خب عزیز آقا خودش خوشش اومده و احتمالاً تصمیمشو گرفته، میشناسونش که. کار فریدونه. چی کار فریدونه؟ پولا رو بده من. پولا رو میخواین چی کار بابا؟ بچه این یه توته است، بعد تو از من مشتلقه میگیری؟ توته کدومه بابا، من اومدم به شما یه خبری چیز. این پولا رو بده به من. ای بابا من اصلا دیگه واسه تو خبر نمیارم. خدا حافظ. پریسا های ناکس فریدو. اومدیم. زوری خانم خسته نباشید، دستت درد نکنه. بذار همونجا. هرچی گفتی خریدیم. روغنم خریدیم؟ روغنم خریدیم، روغن نخریدیم. خب یه نفر بفرست بخره. چرا من نگاه میکنی؟ لابد میگه من برم بگیرم ها؟ آره برو دیگه، یه شونه تخم مرغم بیار. آخه برای چی من برم بگیرم؟ برای اینکه پسر خوبی هستی، منم شب عرصی جبران بکنم. برو ببینم. اصلا کسی به فکر ما نیست. اینو میبینی گفت یه زن دو متری برات میگیرم، نیم متریش هم خبری نیست. برای چی؟ برای اینکه اصلا من دوست ندارم. نه بگیر میکنم برات. برو دیگه. عزیز آقا بچه ها همینن، یک عمر زندگیت به پایشون بریزی، آخر سر یکی که دلشونو میبره پدر مادر کیلو چنده. آی گفتی. بله زوری خانوم، خدا بیامرزه طلعتو، میگفت سهم ما از تربیت بچه تنهاییه. توجه میکنی؟ روشن با شماست. بگو ما پیر و پاتالا خدا همیشه. نکنه دورت جانم شما، من تو پیر نیستم که. نه دیگه خودمونو گول نزدیم سوری خانم، پیر شدیم دیگه. آقا من که پیر نیستم. تو چند سالته؟ توی این دوره زمانه دلی من هنوز جوانه. من 40 سالم. 40 ساله؟ ماشاءالله. میبخشید 41 سالمه. حالا من که پیر میشم بچه هم میشن چی؟ بزرگتر من. به این امر رو نهی میکنن، به این پرهیز میدن، قدقد میدن، به من میگن بابا این کار نکن، به سن سالت نمیاد، این بار سنگینو بلند نکن، فشار به کمرت میاد. اونی که راست میگن، دیسی کمر میگیری عزیز آقا. این امر نهیو به آدم میدن دیگه، میگن هوای آزاد نرو سرما میخوری. عزیز آقا من خوب میفهمم، من تو به بچه ها احتیاج ندارم،
اما من این بچه رو رد کنم از سرم خیالم راحت میشه، خودم میمونم دوتا گوشم. بالاخره دیگه آسوده خودم که خر ندارم، از کاه جوشم خبر ندارم. همینطوره سوری خانم. بله، حالا شاعر یه چیزو گفته. بگو ببینم چی گفته. شاعر گفته آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. همینی که میگی؟ بله. اونی که من میخواستم جلو چشم بودا، دنبالش بودم جلو چشم بود. تو درست میگی همه رو. خب معطل نکن، یه ندا بدی همه چه حله. یعنی چه؟ این ماهی شده واسه من. ماهی را هر موقع از آب بگیریم برای تازه. جدی؟ بله. بس این دفعه میگیرمش. خب بگیر. با قلاب نشد با تور، ولی وقتی این دفعه گرفتم و دیگه ولش نمی کنم سوری خانوم. از آقا بس معطل نکن. آی گل گفتی سوری خانوم، امشب که بیاد اینجا میشینم همه حرفام بهش میزنم و خلاص. به کی؟ به همین خانومم دیگه. شما آشپزی میکنید، غذا میپزید، شام میپزید، برای کیه؟ برای همین که امشب من مهمون دارم. آی خاک بر سرت، بس من آورده اینجا کلفتی خانواده ده بکنم، مرض بخوری، آشپزی بکنم، شما کوف کنی، مرض بخوری، درد بخوری، درد به دوا درمان بخوری. بابا سوری خانم من که حرفی نزدم. سورو خانم درد دل، سورو خانم مرض، سورو خانم یورگ آغرو، سورو خانم خیر نبینی، خاک بر سرت، کوف بخوری، زهرمارم بخوری، مرضم بخوری. شما باش آقا، همون سندویچ خوردنت آی لاب یو خاک بستره. ای بابا نهاری چکا کنم؟ به جهنم؟ مگه من خودم اینجوری هم؟ همچه غذا درست میکنم که همه انگشتاشونو بخورن. اینو نگاه کن. همه ندیگه، کار من نیست، اب نداره. زنگ میزنم پیتزاییه، پیتزا میاره که کراسم بالتره. آقای کجا وایسه ببینم؟ آقا جون گفت از امروز تو دیگه حق نری پاتو بذاری اینجا. برو بیرون میدم. چرا؟ چراشو من دیگه نمیدونم، ولی خیلی دست شاکی بود، گفت دیگه همین برای پیدا نشه. برو. خواب دیدی خیر باشه. من همین چند دقیقه پیش آقا جون بودم، کلی هم قربون صدقم رفت. گفت از امروز مدیریت قنادی هم با منه. ای سر به سرت گذاشته بیچاره. از امروز کلیه امور این مغازه زیر نظر من انجام میشه. همین. ببین اگه یه ذره وسط احترام قائلم، به خاطر اینکه برادر خانومم این عالیه سفارشتو کرده. ولی یه موش میذاشتم زیر همون چونت با سر بری اونجا توی این یارو قابلمه، فردا شیرینی عنایت به مردم میدادی. برو بابا، اینجا مغازه بابای منه، اختیارش هم با منه. تا الان هم تو اینجا کار کردی یا از صدق سری خواهرم بوده که سفارش رو کرده؟ مغازه باباته؟ خیلی خوب، من به یه شرط نمیام، اگر بابات گفت من دیگه پامو توی قنادی نمیذارم. خوبه؟ باشه، کاری نداره که همین الان جلو چشت زنگ میزنم به بابام، خودش اصلا بهت بگه. ده تا زنگ بزن. واسه زنگ بزن. بله. الو سلام آقا جون. منم عنایت. آقا جون راجع به این قضیه که گفته بودین زنگ زدم. کدوم قضیه؟ همین قضیه اخراج این فریدونه دیگه. این چرت پرتا چیه میگی پسر؟ آقا جون خودتون گفتین، صبحی گفتین، یادتون رفته؟ من که همچه حرفی زدم. فریدون برمیگرده سر جاش، تو هم حق نداری بالاتر از گل بهش بگی. یعنی چی؟ یعنی اینکه فریدون اونجا همه کار است، تو هم بدون اجازه اون حق نداری آب بخوری. گوشی بده من. گوشی رو بده بهش. جونم آقا جون. ببین فریدون، من چشم امیدم تویی تو مغازه. تو مال مایی، نری جایی ها. نوکرتم، شما خیالت راحت، از امروز سیکوریت مغازه تو مشت منه. خیالتون راحت، من مثل کوه وایستادم تو مغازه. باریکلا باریکلا. نوکرتم آقا جون. چشم، شنیدی چی گفت؟ چنین این رو به اون رو شد، همون رو بود. شنیدی چی گفت آقا جون؟ مدیریت محترم قنادی بنی آدم آقا فریدون دامادتون. حرکت اضافه ازت ببینم موقع کار دومتو میگیرم با دستمال کاغذی، یه تیپا زیرت اون ور خیابون میای پایین تاکسی خونه. عنایت خوب گوشاتو وا کن، من سختگیرم. باشه باشه آقا فریدون، ولی قضیه به همینجا ختم نمیشه. بچرخ تا بچرخ. من نمیشتم الان چی داری میگی؟ گفتم که حیف که امروز خونه وز مزاجی من خرابه، وگرنه بهت میگفتم. بگی اینو ببینم. بی تربیت، بی تربیت. از فردا میای مغازه وضع مزاجیت هزاره ها. من اینجا کارگر وضع مزاجی خراب نمیخوام.